خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستای نازنین، آرزومند هستم در هر گوشه و کنار دنیا که زندگی میکنین لباس عافیت به تن داشته باشین و بیننده برنامه جدید ما باشین. دوستای عزیز، امروز ما طبق وعده با طرز تهیه آچار با سرکه خانگی مهمان خانه هایتان شدیم. خدا کنه که برنامه مورد پسندتان قرار بگیره و از این برنامه یک استفاده خوب کرده بتانید. و دوستای عزیز، شما دیدین که من سرکه خانگی آماده ساختم و براتون گفتم که از این آچار هم آماده میسازم و شما رو در جریان میمانم. دوستای عزیز، ما تمام مواد سر میز آماده ساختیم، بریم که مواد معرفی کنیم و ببینید که من این آچار رو به کدام شکل آماده میسازم. دوستان ما رو روی کنیم. عزیز دل، امروز هوای طرف شمال داره و خوب از ابر معتدل است. خدا کنه که صدای مرا صحیح داشته باشیم. خب عزیز، آمدیم سر مواد ضروری. عزیز، مواد ضروریش از بادنجان سیاه، بادنجان آچاری اینجا به بسیار سختی پیدا میشه، اصلا پیدا نمیشه. شبت است، سیر است، مرچ است، زردک است، سرکه است و نمک. عزیز دل، ما قبل آتش دیگدان روشن ساختیم، بالایش آب ماندیم که جوش شود. به خاطر که ما شما بانجان سیاه و زردک باید یک جوش بتیم که مک نرم شود، بعد از او آمادهش میسازیم. فیدیست که امروز من یک نوع روغن مساله دار هم برتان تیار میکنم که میتونین که از او روغن بسیار استفاده کنین در پختن تخم، در اضافه کردن بالای سالات یا ترکاری یا پختن غذاهای متنوع. خب دوستان بیننده باشین و من شروع میکنم. در قدم اول من زردک پوست میکنم، توته توته میکنم و بعد از او از این بانجان سیاه را شروع میکنم. من زردک پوست میکنم از این. قبل از این که من زردک توته کنم، اول میرم این سرکه را در یک دیگ میندازم، بالای آتش میمانم خوب جوش شوم، بعد از این زردک را توته میکنم. خب دوستای عزیز، تمام از زردک من توته کردم، البته با ماشینک چپس. حالا تمامش از این در پایین از این جلی میندازم در آب جوش که نرم شوند. دوستای عزیز، این سرکه است که جوش کرده، پیشتره که گفتم در دیگ میندازم، این را سر شپوت میکنم و این هم دوستا آب است جوش و زردک در بینش پایان میکنم و میمانمش که نرم شود. شما دیدین که من زردک در جوش انداختم و سرکه هم جوش بود و حالا آمدیم فقط بادنجان سیاه یا سوسنی را از وسط به این شکل دوستا یک چاقو میزنمش، دو جایی میکنمش به این شکل، میمانمش به خاطر جوش خوردن. تمامش به این شکل دوستا آماده میسازم. خب دوستای عزیز، شما دیدین که من زردک توته کردم، در جوش انداختم به خاطر که نرم شود 50%، و سوسنی بانجان یا بادمجان سیار هم من توته کردم، دو دو قاش کردمش، ماندمش آماده وقتی که زردک از آب و جوش بکشم. بادمجان سیار یا بادمجان سوسنی را در آب جوش اضافه کنم. از ایدال این دو مرحله طی شد، منتظر هستیم تا زردک نرم شود، پشتش بادمجان سیاه نرم شود. تا که دو تا نرم میشه ازم، ما شما میریم مساله روغن مساله دار را تیار میکنیم که ببینید ما این روغن مساله دار را با کدام رقم تیار میکنیم. خب در قدم اول یک کمک سیر با نمک جوکوی میکنیم که خوب مزهش در روغن جذب شود. دوستا در قدم اول ما یک کمک سیر میپرتم در داخل اول با کمک نمک به خاطر که نپره و یارا جوکوی میکنم. دوستا سیره یکمش جوکوی میکنیم به خاطر از روغن مساله دار. خب
مرد را بگیرم بخاطر آج را مادیش بسازم. خب دوستای عزیز، سیر بینی را خمه میده کردم به این شکل. حالا یک کمک سیر می پردم در داخل بوتلا. خب دوستا، وقتی که سیر اضافه کردم در بین مرتبان ها، در داخل هر بوتل دوستا دو قاشق نانخوری سیر کوبیده شده می پردم و دو دو غوزه سیر زنده اما تو در بین از این چی میندازم بوتل. این زردک نرم است، من تا باره قدر روغن مساله دار جور کردیم. باید اول بانجان پرتون دادی باز بیایم دیگر روغن مساله دار جور. بسم الله، گفته باز اینجان سیر هم در او میپرتون دوستا. دوستای عزیز، روغن مساله دار ما هم تیار شد. مساله های زیاره محکم میبندم و یار دوستا استراحت میتونم که کمک مزی سیره به خود بگیرن. باز دیگه بخیر بادن، یک روز باد، دو روز باد، بخیر باز مصرف شد. خب دوستای عزیز، روغن مساله دار ما هم تیار شد، زردک هم نرم است. حال ما میخوایم یک کمک مرچ و سیره میده کنم به خاطر آچار. خب دوستای عزیز، شما دیدین که من سیره و مرچ با کمک نمک میده کردم. حالا یک قاشق در تمام از این مرتبان ها از این به اول در بیخش میندازم به خاطر که عق زردک شد. دوستا بازگیش در داخل بازنجان سیاه میده. حالا دوستا این زردک که زیاد نرم نشده مقصد ناخونگیر است، به اندازه در داخل کل از این مرتبان ها میده. دوستای عزیز، بادنجان سیاه یا سوسنی بانجان جوش هست، میبینین ایده ممیال از سر آتش آوردم اما قدر جوش میتمش هزیدم که 50% این نرم شود بخاطر که باز 50% دیگه در داخل سرکه نرم میشه. اگر ایده زیاد نرم کنین در بین مرتبان این میشواره دوستان. خب دوستای عزیز، بانجان 50% نرم شده، در بین هر کدام از این مساله که ما شما میده کده میمانیم و در داخل مرتبان ایده میچینیم. به می رقم کلش می چینم دوستا، شما بیننده باشین. خب دوستا، قسمی که می بینین سرکه وطنی هم جوش است و حالا ما چی می کنیم؟ این سرکه را در تمام از این مرتبانه آچار می دازیم به یاد سرکه چیندوال. دوستا وقتی که سرکه را بالاش اضافه کردیم، آجل آجل هم سرش بسته میکنیم به این رقم. خب دوستای عزیز، این بود یک روز آچار جور کردن با سرکی وطنی. دوستای عزیز، ما بر شما انواع و اقسام آچار و چتنی را جور کردیم. خب هر کدامش طعم و مزه خود داره، شما یک بار از این قسمش هم جور کنین و مزهش بچشین، اصلا مزهش فراموش ناشدنی است، اینقدر خوبش است. خب دوستایی هم روغن مساله دار که هر وقت تخم پخته کنیم یا سالاد کنیم بالای سالاد بندازیم، این هم آچار سرکه خانگی، این هم یک روز بودم دوستا ما با شما. دوستای عزیز، بازم یک جهان سپاس که همیشه مرا حمایت میکنین و به خاطر دیدنتون برنامه های مرا در نظر گرفتین. دوستای عزیز، یک جهان سپاس از شما عزیزا که همیشه برنامه را لایک میکنین، با کامنت های مقبولتان مرا حمایت میکنین و خوش آمدید میگم دوستای عزیز ما را که نو با فامیل ما پیوستن، قدمشان نیک. تشکر از اینکه برنامه را لایک کردن و تکمیل زنگوله را فشار دادن.
من خوشبخت هستم دوست عزیز که شما از زهر من کنار خود دارم. عزیزای دل بازم برتان میگم خواهرتان به حمایتان ضرورت داره، لطفاً مرا تنها نمانین. دوست عزیز ای بود یک روز طرز تهیه آچار با سرکه وطنی. خدا کنه که برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا دیدار بعد، تا ولاگ بعد، تا برنامه بعد، به خداوند بی نیاز مسپارمتان. ایام به کامتان، خدا حافظ و نصرتان. دوست عزیز لایک و سابسکرایب یادتون نره.